منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. به نام خداوند بخشاینده و نهایت مهربان و با عرض سلام و احترام حضور یک و یک شما عزیز بیننده های نهایت گرامی برنامه ادبی نردبان سخن، خداوند مهربان را سپاسگزار هستم که با گذشت یک هفته باز هم حضور گرم، صمیمانه و شاعرانه شما فرهیختگان گرامی قرار دارم و تمنا می‌برم که تا آخرین لحظات با ما همراه باشین و از داشته‌های برنامه امشبمان مستفید شوین. دوستان عزیز و علاقمندان نهایت گرامی، در این برنامه خوشبختانه باز هم یک تن از شاعران جوان، مستعد و خوشقریحه کشورمان را دعوت نمودیم که اینها تازه به سبزینه های بزرگ شعر و ادبیات گام گذاشته اند و بانو رمزیه. بانو رمزیه یکی از کسایی هستند که در قالب های متفاوت و متنوع از خود اشعار بجا گذاشتن که در صحبت را با ایشان باز میکنیم و خوش آمدید میگیم شما را در برنامه امشب نردبان سخن. درود بر شما و درود بر همه بیننده های عزیز تلویزیون نورین. خوشحال هستم که در این برنامه دعوت شدیم و تشکر ویژه از شما که من دعوت کردیم. سپاس از شما. بانو، میشه در آغاز مختصر معرفی از خود داشته باشین، به ویژه کارها و فعالیت‌های شعریتان از کجا آغاز کردین و تا الحال چه کارها، چه فعالیت‌ها و چه دستاوردهای در زمینه بحر بیکران ادبیات داشتین؟ من ادبیات از دوره مکتب یا آوان کودکی بگویم خیلی علاقه داشتم و دوست داشتم. خب از اون دوره مکتب با داشتن بعضی چیزهایی که نمیتونم اکنون شعر بنویسم شروع کرده بودم، البته با تشویق استادایم و اعضای خانوادیم و خصوص پدر جانم شروع کردم. بالاخره نسبت به علاقه زیادی که داشتم تونستم در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل کامیاب شوم و با کارهای ادبی بیشتر دست بزنم و کاری که جدی در عرصه شعر میکنم حدودا یک سال میشه با گروه شعر دانشگاه، یک گروه خیلی خوب و صمیمی و مستحکم است شروع کردیم و اونجا هم دوستا خیلی نظر دیدگاه خوبی دارن و تشویق میکنن. فکر میکنم شاید بتونم با موفقیت های بسیار زیادی رو با این گروه داشته باشم. بله، و زیادتر تجربه های شعری شما و شعرهایی که سرودین در کدام قالب ها است و زیادتر خود را در کدام قالب و نحوه شعری خود را راحت احساس میکنم؟ زیادتر دوست دارم از شعرهای موضوع زیادتر بخونم و بنویسم، البته غزلهای از گذشته ها میخونم و دوست دارم بخونم و با وجود این خودم هم دوست دارم در قالبهای موضوع، البته قالبهای غزل، بیت، چهار پاره، رباعی و این همه نوشته بکنم شعر و خیلی هم دوست دارم که از گذشته ها شعر بخونم. بله، شما از گردهمویی یا انجمنی و یا نهادی که در رابطه با پرورش شعر و تقویت شعر، نقد شعر و شعرخوانی در دانشگاه کابل یاد کردین، چقدر همچو گردهمویی ها، همچو نشست ها، همچو انجمن ها را به خاطر رشد، بالندگی و مؤثریت هرچی بیشتر شعر شما مفید میدانین؟ خب گروهی که من یاد کردم شعر دانشگاه گروهی است که حدوداً از یک سال به این طرف فعالیت های ادبی خود آغاز کرده و برای خودم، البته شخصا برای خودم بسیار مفید بوده، همینطوری که به خودم مفید بوده برای دیگر دوستانم زیاد مفید بوده و میتونه که بر ادبیات افغانستان مفید باشه، بخاطر اینکه واقعا اعضای گروه شعر دانشگاه مستحکم هستن، صمیمی هستن و استوار کار میکنن و صادقانه کار میکنن، یعنی هیچ قلقش بین این کارهایشون دیده نمیشه. پس من با آینده خوب، زیبا و با تراوت شعر دانشگاه باورمند هستم. مثلا در شعر دانشگاه زیادتر روی کدام محور میچرخین؟ نقد
شعرخوانی و یایی که موضوعات مسلکی و فنی هم که در شعر و ادبیات شما چون محصل دانشگاه کابل و به ویژه دانشکده زبان و ادبیات هستین، مسلکی تر ما شما باید صحبت بکنین، روی کدام متدها زیادتر اینها میپیچن تا باشه مؤثریت از این هرچی بیشتر شود؟ خب قسمی گفتیم اعضای شعر دانشگاه همه یک تعداد بسیارشان هستند که تازه کار هستند، تازه شعر می‌نویسند، پس این گروه زیادتر تاکیدش روی شعرخوانی هم هست، البته روی نقد شعر هم هست، البته نقد نظریات همه برای همه ما مفید بوده. از لحاظ فنی اگر بگویم فنی هم میتونه باشه و نقد و شعرخوانی زیادتر است. بله، من حیث دانشجوی زبان و ادبیات شعر معاصر و شعر یک دهه اخیر را در کشور چگونه ارزیابی میکنین؟ چگونه میبینین؟ آیا رشد چشمگیر داشته؟ کارهای صورت گرفته و یا خیر؟ خب در یک دهه اخیر اگر بگویم انوز چهار سال از این دهه گذشته رشد خوبی داشته به نظر خودم شخصا، ارچند من نمیتونم در این مورد صحبت بکنم به خاطر که خیلی بزرگترهایی هستند که در این مورد صحبت بکنم و تجربیات دارن که خودشان کار کردن، چون من تازه کار هستم، ولی از نظر من رشد خوبی داشته نظر به گذشته ها. البته دو دهه قبلی هم میتونیم بگویم که دهه 80 و دهه 80، البته تو ده هم نیکه فقط دهه 80 میتونیم بگویم که رشد و ترقی خوبی داشته، چشمگیر بوده، ولی این دهه 90 هم میتونیم بگویم که فعالیت های چشمگیر خود را داشته. بله. و از دیدگاه شما در شعر نقد چه جایگاهی را میتونه داشته باشه؟ خب نه تنها نقد در عرصه شعر بلکه در تمام عرصه های زندگی انسان مفید و مؤثر واقع میشه. در هر عرصه زندگی ما نه تنها شعر، در هر بخشی از زندگی ما نیاز به نقد داریم، به خاطر که اگر نقد نشه به یک روال حرکت بکنه فکر نمی کنم موفقیت در راه داشته باشیم. پس در شعر هم میتونیم بگویم نقد برای بلندگی شعر خیلی مفید و مؤثر خواهد بود. اگر یک شاعر شعر می نویسه و شعرش نقد نشه به یک روال منفی شاید روان باشه و هیچ آینده شگوفا و خوب در پیش نخواهد داشته باشه. پس به نظر من برای بلندگی و زیبایی و پیشرفت شاعر و شعرش مفید است. بله، زیادتر که خود را در قالب ها راحت احساس میکنین کدام قالب است و میتونین که زیادتر رساتر و عالیتر و هر گاه و بیگاه شعر و سراین در کدام قالب است؟ خب قسمی که خودتون گفتین ما در قالب های مختلف ذوق خود را تجربه کردیم، در دو بیتی، ربایی، غزل، چهارپاره و گاه گاه قالب سفید یا شعر تازه تجربه کردیم و زیادتر خودم در قالب غزل راحت تر احساس میکنم، میتونم خیلی راحت شعر بنویسم، شاید خوب نباشه ولی برای خودم راحت کننده است. بله، چه خوب است که در این لحظات یکی از غزل هایتان رو بشنویم با آواز خودتان. بفرمایید. قهوه از طعم دو چشمی تو چشیدن دارد، بوسه از گوشه لبهای تو چیدن دارد، تا دهن باز کنی شعر غزل تک بیتی واژه در واژه اصل سخت مکیدن دارد، روسری موی مرا در تن خود گم کرده تا تو پیداش کنی منظره دیدن دارد، مثل یک زلزله هیبت زده حیران که شوم تن به آغوش تو بی لرزه دویدن دارد، راه من هرچه که دشوار تر و پرپیچ است خوب می دانمت این بار رسیدن دارد. بسیار خوب.